کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر عمل سازمان بین المللی کار درباره و جهان کار مرض عالمگیر اچ امروز به یک بحران جهانی مبدل گردیده و یک چلنج بسیار سهمگینی در برابر انکشاف و پیشرفت اجتماعی محسوب می گردن. در کشورهای بیشتر متأثر شده، این مرض دستاوردهای دهه ها انکشاف را بلعیده، اقتصاد را به تحلیل برده امنیت را تهدید نموده و جوامع را بی میسازد. در صحرای آفریقا جایی که این مرض تأثیرات ویرانگری داشته است بحران یک وضعیت اصراری را به وجود آورده است. علاوه بر رنج هایی که این مرض به افراد و خانواده های آنها تحمیل نموده، این آفت به طور عمیق ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع را متأثر ساخته است. ایدز تهدید بزرگی برای جهان کار محسوب می شود. ایدز مولدترین بخش نیروی کار را متأثر ساخته و درآمدها را کاهش می دهد و مصارف گذافی را بالای تصدیها در همه سکتورها از طریق کاهش سطح باروری، افزایش مصارف کار و از دست دادن ها و تجارب تحمیل می کند. علاوه بر آن ایدز حقوق اساسی در کار را متأثر ساخته مخصوصا در رابطه به تبعیض و بدنامی که هدف آن کارگران و افرادی می باشد که به مرض ایدز HIV آی مبتلا می باشند. این مرض و تأثیرات ناگوار آن گروه های آسیب پذیر جامعه به شمول زنان و اطفال را ضربه زده. و از طریق آنها عدم برابری موجود جنسیت اجتماعی یا جندر را افزایش بخشیده و مشکل کار اطفال را تشدید می نماید. از این ره گذر سازمان بین المللی کار از طریق این دستور العمل متعهد به ترتیب یک بیانیه جدی در مورد مرض مهلک HIV و جهان کار می باشد. دستورالعمل مذکور در زمینه کمک به جلوگیری از شیوع این بیماری عالمگیر تقلیل تأثیرات سوء آن بالای کارگران و خانواده ها و همچنین فراهم نمودن مسئولیت های اجتماعی برای نجات از این مرض مفید خواهد بود این دستورالعمل حاوی اصول کلیدی مثل تشخیص ایدز به عنوان یک مسئله مربوط به محل کار عدم تبعیض در استخدام برابری جنسیتی علنیت و محرمیت گفتگوی اجتماعی جلوگیری و مواظبت و کمک به مسابه اساس رسیدگی به مشکل این مرض مهلک در محل کار می باشد. در مذکور محصول همکاری سازمان بین المللی کار و اجزای متشکله سجزئی آن و همچنان همکاری شرکای بین المللی آن بوده و رهنمودهای های عملی را برای طراحان پالیسی، کارفرمایان و کارگران، ها و سایر شرکای اجتماعی به منظور طرح و تطبیق پالیسیهای مناسب محل کار، برنامه های مواظبت و تداوی و طرح استراتژیها جهت رسیدگی به کارگران در سکتور غیررسمی فراهم می نماید. تدوین این دستورالعمل به عنوان سهم ارزنده سازمان بین المللی کار در مساعی جهانی برای مبارزه علیه مرض ایدز تلقی می گردد. این دستورالعمل در زمینه تأمین شرایط کار آبرومندانه در مقابل یک تهدید بزرگ بشری و انکشاف کمک خواهد نمود قبلا درس های ضمن برخورد با این بحران آموخته شده است. اندکی از کشورها تا اندازه در زمینه کاهش دادن سطح شیوع و تأثیرات آن بالای اشخاص انفرادی و جوامع مربوط به آنها به موفقیت نائل شده اند. بهترین اقدامات در این زمینه شامل موجودیت رهبری متعهد طرز برخوردهای چند سکتوری مشارکت با جامعه مدنی به شمول کسانی که با مرض ایدز مبتلا می باشند و آموزش بوده اند. این عناصر در اصول اساسی این دستورالعمل و اتکای آن روی بسیج شرکای اجتماعی برای اجرای موثر آن باستاب می‌یابد. این سند یک نگرشی به جلو و یک سند پیشساز است که مشکلات کنونی را مورد رسیدگی قرار داده و پیامدهای آینده این آفت جهانی و تأثیر آن را روی جهان کار پیش می کنند. از طریق این دستورالعمل سازمان بین المللی کار مساعدت خیش را در زمینه ایفای تعهدات بین المللی و ملی جهت حفظ حقوق وقار و حیثیت کارگران و تمام کارگرانی که به مرض ایز مصابه اند افزایش خواهد بخشید ژینو جون 2001 جوان سوماویا رئیس عمومی یک هدف هدف این دستورالعمل آن است تا مجموعه ای از خطوط رهنما را فراهم نماید تا به مسائل مربوط به ایدز در جهان کار و در داخل چارچوب بهبود کار آبرومندانه بپردازد خطوط راهنما اقدامات کلیدی ذیل را در بر می‌گیرد الف پیشگیری از شیوع ایدز ب تنظیم و تقلیل تأثیر ایدز بر جهان کار جیم مواظبت و کمک کارگرانی که به ایدز مبتلا و یا از آن متاثر گردیده اند دال زدودن احساس ننگ نزد افراد مبتلا به مرض و تبعیض علیه آنها بر مبنای وضعیت واقعی یا فرضی ایدز دو موارد استفاده این دستورالعمل باید در موارد زیل به کار گرفته شود الف انکشاف واکنش های جدی و مشخص در سطح تصدی، جمعیت، منطقه، سکتور، سطوح ملی و بین المللی ب بهبود پروسه های دیالوگ، مشورت، مذاکرات و همه اشکال همکاری میان دول، کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنها همچنان پرسنل صحت وظیفوی و متخصصین مربوط به ایدز و کلیه شرکای مربوط که می توانند شامل مؤسسات با بنیادهای دولتی و غیر دولتی شوند. جیم وقیه گذاردن به محتویات آن حین مشورت با شرکای اجتماعی در قوانین ملی، پالیسی ها و برنامه های عمل در محلات کار، قراردادهای تصدیها ها و در پالیسی های محلات کار و برنامه های عمل 3. حدود و اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته شده است. بند یک. حدود این دستورالعمل به اینها اطلاق می‌گردد. الف. تمام کارفرمایان و کارگران به شمول داوطلبان کار در سکتورهای عامه و خصوصی. ب. تمام های کار رسمی و غیر رسمی. بند دو. اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار گرفته شده HIV ویروس ایمونو دفیشنسی عامل مرض است که سیستم محافظتی بدن را ضعیف ساخته و در نهایت باعث مرض ایدز می گردد شخص مبتلا شخصی است که زندگی او به نحوی به وسیله مرض ایدز بنابر تاثیر گسترده این مرض دگرگون شده باشد ایدز داشتن مجموع علائم بدنی و ذهنی بیکارگی سیستم محافظتی یا دفاعی یک دسته شرایط طبی که اکثرا به سرایت فرصت طلبانه مرض سرطان که تا اکنون کدام تداوی برای آن وجود ندارد دلالت می کند کلمه تبعیز در این دستورالعمل مطابق به تعریفی که در کنوانسیون تبعیض استخدام و اشتغال منعقد سال 1958 شماره 111 به آن داده شده مورد استعمال قرار می گیرن. تا شامل وضعیت مرض ایدز گردد این تعریف همچنان شامل تبعیض به اساس وضعیت فرد شده ایدز کارگر به شمول تبعیض بر بنیاد منشأ جنس می گردد افراد معلول در این دستورالعمل در مطابقت با تعریف مندرجه کنوانسیون سال 1983 شماره 159 در باره بازتوانی حرفوی و اشتقال افراد معلول مورد استفاده قرار می گیرن. به طور مثال اشخاصی که دورنمایی های از نظر امنیتی باقی ماندن و پیشرفت آنها در یک اشتغال مناسب به طور قابل ملاحظه در نتیجه معیوبیت فیزیکی یا دماغی تقلیل میابند. کارفرما یا استخدام کننده شخص یا سازمانی است که کارگران را تحت یک قرارداد تحریری یا شفاهی استخدام که حقوق و تعهدات جوانب قرارداد را مطابق با قوانین و عملکردهای ملی معین می سازد استخدام می کند. حکومات، مقامات عامه، تصدیهای خصوصی و افراد می توانند استخدام کننده باشند خدمات صحت وظیفه‌ای یا OHS در این دستورالعمل مطابق با تفصیلات مندرجه کنوانسیون خدمات صحت وظیفه‌ای منعقده سال 1958 شماره 161 به کار برده می شود یعنی خدمات صحی یک وظیفه ضروری جلوگیری کننده داشته و خدماتی که مسئولیت مشاوره دادن به کارفرمایان و همچنان کارگران و نمایندگانشان را درباره مقتضیات ایجاد و حفظ یک محیط کاری سالم و شیوه های کار که به بهترین وجه تسهیلاتی را در زمینه وفق کار با قابلیت های کارگران در روشنی صحت فیزیکی و دماغی آنها فراهم می نماید به عهده دارند. وسایل رهایشی مناسب هر گونه اصلاح و تعدیل در وظیفه یا محل کار که به طور معقول عملی می باشد. و یک نفری را که به مرض ایدز دچار می باشد قادر نماید تا به اشتغال دسترسی داشته یا در آن سهیم شده یا در آن پیشرفت نماید. آزمایش تدابیری مستقیم معاینات لابراتوری غیر مستقیم ارزیابی شیوه های مواجه شدن با خطر یا پرسیدن سوالات درباره م... معایناتی که قبلا صورت گرفته یا درباره تداوی جنس و جنسیت اجتماعی جندر میان مردان و زنان هر دو یعنی تفاوت‌های بیولوژیکی و اجتماعی وجود دارد اصلاح جنس به تفاوت‌های معین بیولوژیکی اشاره می‌کند در حالی که اصلاح جندر به تفاوت‌های اجتماعی در زمینه نقش‌های اجتماعی و روابط میان مردان و زنان اشاره می کند. نقش های مربوط به جندر از طریق اجتماعی کردن و به طور بسیار گسترده در میان فرهنگ ها فهمیده می شود. نقش های جندر تحت تأثیر عمر، طبقه، نژاد، قوم و دین به وسیله محیط جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی متأثر می گردند. STI انتقال جنسی سرایت مرض که شامل سفلیس زخم آتشک و سوزاک می شود این همچنان شامل شرایط امراض ساری جنسی یا همان STDS می گردد انقضای اشتغال به معنایی که در کنوانسیون انقضای اشتغال شماره 158 منعقده سال 1982 به کار برده شده می باشد خاصتا اخراج از کار ناشی از تصمیم کارفرما اقدامات احتیاطی عمومی معیارهای ساده اقدامات کنترلی سرایت مرض است که برای به حداقل رسانیدن خطرات مربوط به امراض ناشی از خون توضیح مفصل در این زمینه در زمینه دو ملاحظه شود و کارگران در فعالیت های غیررسمی که به سکتور غیررسمی نیز معروف است این اصطلاح در زمینه یک توضیح داده می شود مطابق به کنوانسیون شماره 135 منعقده سال 1971 درباره نمایندگان کارگران افرادی هن که به وسیله قوانین ملی یا عملکردهای مربوط چنین تشخیص شده باشند. آنها عبارت هند از الف نمایندگان اتحادیه های سنفی یعنی نمایندگانی که به وسیله اتحادیه یا اعضای اتحادیه موظف یا انتخاب می شوند. یا به نمایندگان انتخاب شده خاصتا نمایندگانی که به طور آزادانه به وسیله کارگران تشبیصات مطابق به احکام قوانین ملی یا مقررات یا قراردادهای جمعی انتخاب می شوند و وظایف آنانی که شامل فعالیتهایی با امتیاز مخصوص انحصاری اتحادیه های سنفی در کشور مربوط نمی شوند. آسیب پذیری. به عدم توانایی اجتماعی اقتصادی زمینه های فرهنگی و شرایط کار اشاره می کند که کارگران را بیشتر مستعد به خطر مرض بیشتر مستعد ساخته و آنها را با وضعیتی که اطفال را در معرض خطر بیشتر کار اطفال قرار می دهند. جهت معلومات مزید به زمینه یک مراجعه شوند. چهار اصول کلیدی بند یک تشخیص ایتز یا HIV به عنوان یک مسئله محل کار ایدز یک مسئله محل کار شمرده می شود و باید مانند سایر امراض وخیم با شرایط محل کار به آن پرداخته شود این امر اساسا نه تنها به این دلیل لازم است که مرض مذکور نیروی کار را متاثر می سازد بلکه همچنان به علت اینکه محل کار به عنوان یک بخشی از جمعیت محلی نقشی دارد که بایست در زمینه مبارزه وسیع علیه اثرات این مرض و محدود ساختن شیوع گسترده آن ایفا نماید. بند دو عدم تبعیض مطابق به روحیه کار آبرومندانه و با رجوع به حقوق بشر و وقار و حیثیت افراد مبتلا یا متاثر شده از مرض ایدز نباید تبعیضی علیه کارگران بر بنیاد وضعیت واقعی یا فرضی HIV صورت گیرد. تبعیض و بدنام ساختن مردم مبتلا به مرض HIV مساعی را که هدف آن پیشرفت امور مربوط به جلوگیری از ایدز می باشد با موانع مواجه می سازد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید لایک و یا دیسلاک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید